در 79 دوره جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز روز شنبه برنامه ویژه برای حمایت از فیلمسازان و هنرمندان زندانی و تحت فشار از سوی حکومت‌ها با نگاه ویژه به فیلمسازان ایرانی زندانی برگزار شد. همکنون جعفر پناهی و محمد رسولوف دو فیلمساز شناخته شده ایرانی در زندان به سر می‌برند. همکارم بابک غفوری آذر همراه ماست. بابک، هدف از برگزاری این برنامه ویژه چه بوده؟ خب جشنواره فیلم ونیز از چند روز پیش، از چند هفته پیش اعلام کرده بود که در حمایت از فیلمسازان و هنرمندان زندانی و تحت فشار از سوی حکومت‌های مختلف دنیا با یه نگاه ویژه به فیلمسازان زندانی ایرانی برنامه‌هایی در این دوره برگزار می‌کنه. نخستین برنامه‌ای بود که روز شنبه برگزار شد. عنوانش فیلمسازان زیر حمله سهم گرفتن اقدام کردن بود. در سالن رسانه‌ای جشنواره ونیز برگزار شد با حضور دبیر جشنواره ونیز، رئیس بینال ونیز و دبیران چند جشنواره مهم اروپایی از جمله دبیر جشنواره روتردام، دبیر جشنواره ایدفا که مهمترین جشنواره حوزه مستند دنیا محسوب میشه، مایک داونی رئیس آکادمی فیلم اروپا هم در اون نشست حضور داشت، کاوه فرنام تهیه کننده چند فیلم محمد رسولوف هم عنوان سینماگر ایرانی در این نشست حضور داشت. تقریبا تمام سخنرانان این نشست از لزوم اتحاد سینماگران در دنیا برای واکنش هماهنگ و کمک به یکدیگر در زمینه مسائلی که فیلمسازان در کشورهای گوناگون باهاش دوچار هستند صحبت کردند. از چند کشور مهم دنیا نام برده شد. ایران از جمله کشورهایی بود که تقریبا در تمام صحبت‌های حاضران بهش اشاره می‌شد. فیلمسازان تحت فشار در افغانستان پس از روی کار آمدن حکومت طالبان و همینطور در کشورهایی مثل اوکراین، بلاروس و همینطور در میانمار از جمله کشورهایی بودند که در صحبت‌های سخنرانان بهش اشاره می‌شد. با این همه موضوع فیلم سینماگران ایرانی با توجه به اینکه دو فیلمسازی که هم‌اکنون در زندان هستند در ایران چهره‌های بسیار شناخته شده بین‌المللی هستند در صحبت‌ها منعکس میشد. بحث اصلی صحبت ها مربوط به آقایان پناهی و رسولوف بود. آلبرتو باربرا دبیر هنری جشنواره فیلم ونیز به افزایش موارد نقض حقوق بشر و همینطور نقض آزادی بیان و عقیده در ایران طی ماه های گذشته اشاره کرد. زندانی شدن فیلمسازان را به عنوان یکی از نمونه های شاخص این نقض حقوق بشر در ایران دونست. رئیس جشنواره ونیز گفتش که ما وظیفه‌مون قضاوت سیاسی نیست، اما یک سکوی جهانی به هنرمندانی در تمام کشورهای دنیا میدیم تا نظرات و دیدگاه‌هاشون رو بیان کنند. صحبت‌های دیگر کاوه فرنام تهیه کننده ایرانی هم در صحبت‌هاش به روند بازداشت فیلمسازان، اتفاقات ماه‌های اخیر از بازداشت، احضار تعداد زیادی از سینماگران و روند ادامه دار سرکوب سینماگران از جمله آخرین مواردی که در روزهای گذشته هم دیده شد اشاره کرد و همینطور گفت که همه اینا نشون میده که دور تازه‌ای از سرکوب اقشار مختلف اجتماعی در ایران آغاز شده. بابک، اشاره کردی به نام جعفر پناهی و محمد رسولوف. همزمان با این برنامه این دو فیلمساز زندانی در ایران از زندان اوین تهران بیانیه مشترک ارسال کردند که در این برنامه خونده شده. از این بیانیه بگو. درسته، این بیانیه در واقع بخشی از برنامه‌ای بود که در این نشست پیش‌بینی شده بود که اجرا بشه. آلبرتو باربرا دبیر هنری جشنواره ونیز این بیانیه رو خوند. متن انگلیسی این بیانیه در اختیار خبرنگاران قرار گرفت که در ایران هم خانواده آقای پناهی متن فارسی اون رو منتشر کردن. موضوع اصلی این بیانیه تاکید بر فیلمساز بودن این دو سینماگر شناخته شده هست. تأکید میکنن که سینماگر مستقلی هستند و همواره راوی اجتماع خودشون و بازتاب زمانه خودشون هستند. بر همین مبنا اشاره کرده بودند که چرا صاحبان قدرت اونها رو مجرم میدونن و برای اینکه زیر فشار قرار گرفتن برش تأکید داشتن. اما جا به جای این بیانیه برای اینکه اونها فیلمساز هستند و مستقل هستند، این سینماگر از زندان اوین تهران برش تاکید میکردن. تاکید دیگری بر این هستش که اونها در واقع تلاش میکنن در قالب فعالیت هنری مسائل زمان خودشون، خواسته های جامعه خودشون رو بیان کنن و از این منظر
حکومت ها باهاشون برخورد میکنن، به خصوص حکومت جمهوری اسلامی که در احکام صادر شده از سالهای قبل علیه این فیلم سازان به این مسائل کمتر نگاه کرده و صرفا تبع عناوین کلی مثل تبلیغ علیه نظام یا اقدام علیه امنیت ملی، این فیلم سازان ها محکوم به زندان های طولانی مدت، برای آقای پناهی 6 سال، برای رسولوف 1 سال، و همینطور که پرونده های جدیدی هم که تشکیل دادن احتمالاً زندانی آقای رسولوف رو بیشتر هم خواهند کرد. با سپاس از بابک غفوری آذر همکارم که همراه ما بود.